با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند به بخش دیگری از برنامه‌های امروز اول ماه فوریه سال 2019 ساعت 5:26 دقیقه بعد از ظهر وقت غرب لس آنجلس می‌پردازیم. سوالی دریافت کردم از سرکار خانم وکیل عذر میخوام که مرحوم فرمودند که خیلی افراد هستند که آیه 121 سوره انعام رو دلیل می آورند که هنگام ذبح باید حتما نام الله برده شود. شما چه نظری نسبت به این موضوع دارید؟ و متن آیه این است که نخورید از آنچه که نام خدا بر آن برده نشده، زیرا این فسق و نافرمانی از حکم خدا محسوب می شود. و با اتکای به این آیه خانم وکیل این سوال رو مطرح کردند که چیزی که ذکر اسم الله بر او نشده نباید مطرح بشود. البته ذکر خدا، اونی که بگیم به نام خدا، ذکر خدا این باشه و بعد حیوان رو ذبح بکنیم، گفتن این کار به نظر من اشکالی نداره. ولی اگر که ما این کار رو واجب بکنیم، اون وقت فعل حرام مرتکب شدیم، چون من وجوبی، واجب بودنی در این کار نمیبینم. ملاحظه بکنید در این آیه میگوید که اگر که نخورید، اگر که نشده است، یعنی ذکر اسم الله انجام نشده. ذکر معنای گفتن میدهد، معنی یادآوری کردن هم میدهد، مضاف بر گفتن. یعنی وقتی ما میگوییم که مطلب مذکور، خب به فارسی میگوییم که مطلب گفته شده، ولی معنی واقعی واژه ریشه ذکره در زبان عربی گفتن معنا نمیده و ذکر معنی گفتن نیست. اگر که از نظر حقوقی بخوایم ما نگاه بکنیم به این آیه و به اصطلاح مته به خشخاش بگذاریم، که از نظر حقوقی باید همون کارو کرد، یعنی ما اگر نگرش حقوقی یا بخواهیم که لیگال ویو داشته باشیم نسبت به این آیه، بایستی که تجزیه بکنیم این رو و به تک تک این واژه ها توجه بکنیم که بتوانیم واجب و غیر واجب رو در این آیه تشخیص بدیم. ذکر به معنای یادآوری است و هدف از ذکر در منطق قرآن یعنی یادآوری یک امری به معنا و به هدف اطاعت از اون امر. یعنی اگر که گفته می شود که از صلات و ذکر الله، که صلات نماز، ذکر الله است، یعنی نماز عبارت است از بیاد آوردن خدا. وقتی ما خدا رو بیاد میاریم، چی رو بیاد میاریم؟ ما چه چیزی از خدا داریم که بیاد بیاریم؟ قیافه خدا رو، قد خدا رو، اندام خدا رو، فیزیک خدا رو، چه چیزی از خدا ما داریم که وقتی میگه که ذکر الله، قرآن میگه ذکر الله کن، یعنی چه بکنم؟ ذکر معنی گفتن نمیدهد. گفتن یعنی چی؟ یعنی بگو خدا، این میشه نماز،
ذکر الله، پس نام از صلاتو ذکر الله. من الان گفتم خدا، آیا نماز خواندم یا نماز نخواندم؟ اما ذکر الله، ذکر به معنای یادآوری است. خدا رو به یاد بیار. چه چیز خدا رو به یاد بیارم؟ قدر خدا رو، لطف خدا رو، کرم خدا رو، تنبیه خدا رو، بهشت خدا رو، جهنم خدا رو، چی رو به یاد بیارم؟ 99 صفت خدا رو به یاد بیارم، صفات فاعلی خدا رو. تنها چیزی که باقی میماند، چون فرصت کم است زود جواب میدم، وقت دیگه طولانی تر پاسخ خواهم داد، ولی ما وقتی که میگوییم که به یاد خدا باش، یعنی به یاد کلام خدا باش. هیچ چیزی نزدیکتر از کلام خدا به خدا نیست در عالم مقید. یعنی ما جز این که معتصم بشویم، اعتصام حاصل بکنیم، پیوند بخوریم به حبل الله، به کلام خدا، راه دیگری ما برای ذکر الله نداریم. ذکر الله یعنی یادآور بشوید کلام الله رو. اون وقت هدف از یادآور شدن چیه؟ خیلی خوب، الله، یاد الله افتادم، قرآن، یاد کلام خدا افتادم. خب چه نتیجه‌ای به من میده این کار؟ چه منطقی در این کار هست؟ قرآن میگه عقلتون رو به کار، ما عقلمون رو به کار میبریم، میبینیم هیچ نتیجه، صفر داره این. مگر اینکه ما به یاد خدا بیفتیم، به یاد کلام خدا بیفتیم. وقتی به یاد کلام خدا میفتیم، از خودمون سوال بکنیم که این کلام برای چی به ما داده شده؟ چرا این کلام صادر شده؟ چرا این کلام نازل شده؟ فقط ما برای اینکه به یادش بیفتیم، الحمدلله رب العالمین، خب یاد قرآن افتادم، چه کار کنم حالا؟ پس در درجه اول ذکر خدا یعنی به یاد خدا افتادن، به یاد خدا افتادن یعنی به یاد کلام خدا افتادن، به یاد کلام خدا افتادن یعنی به یاد وظیفه خودت نسبت به کلام خدا بیفت، که تو چه وظیفه نسبت به کلام خدا داری؟ اطاعت. ذکر الله یعنی اطاعت امر خدا. به زبان ساده تر، وقتی همه این واسطه ها رو حذف کنید و اینها رو مستقیم به هم پیوند بزنید، ذکر الله یعنی اطاعت از امر خدا، شناخت دستور خدا، اطاعت از دستور خدا. در این آیه‌ای که محبت فرمودید و در اینجا گزارش دادید، میگوید که نخورید از چیزی که صحبت ذبح، من در اینجا نمی بینم که اصلا صحبت ذبح شده باشد، اما الان در اون مورد هم نمیخوام زیاد نقادی بکنم و نکته سنجی بکنم. فرض کنیم که اصلا راجب ذبح گفته باشه، که در اینجا ذبحی من نمی بینم، اما اگر هم باشه یا نباشه تفاوتی نمی کنه. این حکمی که عرض می کنم، شما موقعی که میخواهید چیزی بخورید، اگر اسم خدا بر اون چیز برده نشه، اون خوردنش برای شما مجاز نیست. در واقع وقتی که ما ذکر الله میکنیم در ارتباط با خوراک و حتی در ارتباط با ذبح، اینجا ذبح ننوشته ولی باید ذبح رو هم رعایت کرد به نظر من، ذکر خدا یعنی شما هر وقتی که میخواید حیوانی رو ذبح بکنید، که ننوشته در اینجا ولی من فکر میکنم باید باشه و هست، و هر وقتی که خوراکی میخورید باید ذکر الله بکنید. یعنی چطور ذکر الله بکنید؟ همون کاری رو بکنید و همون هدفی رو دنبال بکنید که در نماز دنبال میکنید، که قرآن میگه صلات، وصل شدن به خدا، اتصال به خدا از طریق ذکر الله. یعنی ما یاد کلام خدا میفتیم و یاد وظیفه خودمون نسبت به کلام خدا میفتیم. ما وقتی میخوایم چیزی رو بخوریم یا میخوایم حیوانی رو ذبح کنیم، بایستی که به یاد خدا باشیم. این که بگوییم که بسم الله، اصلا یعنی چه؟ حالا گفتید بسم الله، یه کمی فکر بکنید که چه فایده ای داره. خب بسم الله، بسم الله سر حیوان رو بریدید یا نگفتید بسم الله سر حیوان رو بریدید؟ از نظر عقل خودتون و عقل من،
اون آدم های معمولی چه فرقی میکنه که ما بگیم بسم الله و بعد سر حیوان ببریم یا نگیم بسم الله و سر حیوان ببریم؟ البته ما اگر که بگوییم که من نیت میکنم که سر این حیوان رو میبرم، نظر فلان آدم میکنم، نظر غیر خدا میکنم، صریحا گفته که حرامه. اما در مورد این که اگه گفته گوشت، صحبت گوشت در اینجا نیست، گفته است که نخورید چیزی رو که اون در تهیه اون یا در این که به دست شما رسیده اسم خدا بر او برده نشده، یاد خدا، یاد اسم خدا در ارتباط با او انجام نشده. به بیان ساده تر، هیچ چیزی نیست که شما ذبح کنید، هیچ چیزی نیست که شما مصرف بکنید و به عنوان خوراک از اون استفاده بکنید مگر اینکه قانون خدا را در نظر داشته باشید و در ارتباط با اطاعت از قانون خدا اون شیء یا اون جسم یا اون گوشت یا اون فراورده رو مصرف بکنید. شما گندم هم که میخواید بخورید باید این کار رو بکنید، باید به یاد خدا بیفتید. ما اکثرا میگوییم بسم الله ولی همونجا تمام میشه، یعنی یک حرف یاوه زده میشه، یک حرف بیهوده زده میشه، لغلغه زبانه فقط. در صورتی که باید، ما میخوام این رو عرض بکنم که تقریبا این سوال شما این اشکال ایجاد میکنه که اون چی که ما میخوریم 99% حرام است، به خاطر اینکه کمتر هست در بین ما که موقع خوردن به نام خدا که میخورد گفتن نباشد، اظهار به اینکه بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم حالا چیکار بکنم؟ چه فرقی میکنه که شما بگویید یا نگویید بسم الله الرحمن الرحیم؟ اما اگر ذکر خدا می کنید، یعنی به یاد فرمان خدا می افتید که خدا در ارتباط با خوراک چه حکمی کرده است، خدا در ارتباط با ذبح چه حکمی کرده است، خدا در ارتباط با انفاق در رابطه این رزق چه حکمی کرده است که از همه اینها مهمتر است. الان در آیه های 111، 112، 110 همین آیه هایی که خواندیم قبل از این که موضوع شکر مطرح بود، شکر در ارتباط با انفاقه. وقتی که ما ذکر الله میکنیم قانون شکر رو باید به یاد بیاریم، قانون انفاق رو باید به یاد بیاریم، قانون ماعون رو باید به یاد بیاریم، قانون کمک به دیگران رو باید به یاد بیاریم، قانون قرض الحسنه رو باید به یاد بیاریم، قانون حفظ حقوق یتیم رو باید به یاد بیاریم. این قوانین رو قبل از اینکه لقمه رو بگذاریم در دهنمون باید همه اینها رو به یاد بیاریم. این میشه ذکر الله. میگوید تا ذکر الله رو نگفتی این لقمه رو در دهان نگذار، چه گوشت باشه، چه نان باشه، چه برنج باشه، چه هر چیز دیگری باشه. اسلام دین آسانی نیست خانم وکیل. برای کسانی که برای خدا زندگی میکنن دین آسانی است، ولی برای ما که به هوا زندگی میکنیم و نه یاد خدا هستیم و اگر هم که اسم خدا رو میاریم یک در لغلغه زبانه، بسم الله الرحمن الرحیم بعد مشغول میشه. چرا در این در قرآن گفته ذکر کنی؟ ذکر معنی گفتن نمیده، معنی گفتن هم میده، مغایرتی با گفتن نداره. شما با گفتن اگر به ذکر برسید اشکالی نداره، اما شما با فکر کردن هم اگه به ذکر برسید اشکالی نداره. ذکر لزوماً گفتن نیست، اما گفتن میتواند که به ذکر منتهی بشود. هدف ذکر است نه هدف اظهار. سخن در لسان نیست، موضوع این نیست که لسان شما، زبان شما گویای یک جمله لغتی باشد، صوتی ایجاد بشود یا در خارج یا در نیت شما به اسم خدا. هیچ معنی نمیدهد. ذکر خدا با اسم خدا تفاوت میکند. اسم خدا، خدا اسم نداره. اسم خدا یعنی سنت خدا، یعنی روش خدا، یعنی کلام خدا. وقتی که ما
ذبح چیزی رو میکنیم یا چیزی رو مصرف میکنیم، بایستی که ذکر خدا رو بکنیم. ذکر خدا یعنی تمام دستورات خدا در ارتباط با طعام و تمام دستورات خدا در ارتباط با شکر و تمام دستورات خدا در ارتباط با نعمت و تمام دستورات خدا در اجرای فرمان خدا، در اینکه خوراکی که شما میخورید مال غیر نباید توش باشه. این خوراکی که ما میخوریم، هر چه میخوریم حرام است خانم وکیل. همه اینها رزق یتیم درش هست، همه اینها در تخلف انجام میشه. مما رزقناهم ينفقون، این رزقی که ما مصرف میکنیم، این خوراکی که ما مصرف میکنیم و اون کالایی رو که به کار میبریم، خوراکی رو که میخوریم، آیا ما مشمول مما رزقناهم ينفقون میشویم؟ آیا ما انفاق که یک سهمی از این خوراک انفاق دیگران است، اگر اون انفاق انجام نشود، این خوراکی که من و تو میخوریم ذبح هرچه اسلامی هم شده باشد، که چنین ذبحی وجود ندارد البته، ولی اگر هم وجود داشته باشد باز هم حرام است. مثل اینکه شما ذبح اسلامی را از یخچال منزل من بدزدید و بگویید چون ذبح اسلامی شده حلال است. نه، مال دزدی حرام است ولو اینکه ذبح اسلامی شده باشد. ذبح اسلامی به گمان من، از برداشت استنباطی که من از قرآن میکنم، البته اصراری هم در این کار ندارم، من فکر میکنم که این آیه به این مفهوم است که تا چیزی رو که مصرف میکنید، ذکر الله باعث نشده است که شما وظیفه خودتون رو، بدهی خودتون رو، قرض خودتون رو، رزقی که مصرف میکنید، انفاق که یک نوع بدهی هست به هر چه که شما مصرف میکنید، شما نفسی که میکشید انفاق بدهکار هستید. انفاق این نفسی که میکشید این است که محیط زیست رو کثیف نکنید، محیط رو برای دیگران غیر قابل تنفس نکنید، از ایجاد سم و عواملی که باعث تنگ نفس میشه در جامعه بشری خودداری بکنید. اون انفاق است که شما باید بکنید. انفاق چیزی نیست که فقط انفاق 110 آیه قرآن در قرآن اختصاص به انفاق داره. اینقدر این موضوع محوری و اساسی است در قرآن. ذکر خدا یعنی ذکر آیات خدا، یاد آوردن آیات خدا و اطاعت و اجرای آیات خدا در ارتباط با اون کاری که داریم میکنیم. اگر کار ما خوردن رزق است، باید احکامی که در قرآن نسبت به تهیه رزق و نسبت به مصرف رزق و نسبت به نعمت امانی، این رزق نزد ما امانته، ما مالک این رزق نیستیم خانم وکیل، ما امانتدار این رزق هستیم و با قانون امانی باید این رزق رو مصرف بکنیم. اینجاست که قرآن میگوید اگر ذکره خدا در این نباشد، یاد آور خدا نشوید و یاد آور فرمان خدا نشوید و دستور خدا رو درک نکنید و به کار نبندید، هیچ حلالی برای ما به نظر بنده حلال به نظر نمی رسد. اما ذکر خدا کار بدی نیست، حتی اگر گفتن هم باشد به نام خدا هیچ اشکالی نداره. کما اینکه وقتی که ما نماز میخوانیم، این فرمول نمازی رو که در اختیار ما گذاشتن از نظر تاریخی به ما رسیده که فرمول خیلی خوبی هم هست، خب این رو باید انجام بدیم، انجام هم میدیم. اما اگر که ما نیت کردیم که من 4 رکعت نماز به جا میآورم، این نماز، این 4 رکعت و بعد این متن نماز مورد نظر من هست که 4 رکعت این نماز رو به جا می آورم، این متن و این استرکچر رو به جا می آورم، واجب قربتن این الله، حکم واجب ما رو مشرک می کنه، حکم واجب باعث ابطال همه نماز ما می شه، حکم واجب باعث می شه که ما در کنار خدا واجب ایجاد کردیم و کلام خودمون رو به جای کلام خدا گذاشتیم، همه این عوارض پیش میاد. اما ما می توانیم نیت کنیم به انجام صلات، نیت نکنیم به متن نماز، نیت نکنیم به زمان نماز،
نیت نکنیم به تعداد رکعات نماز. من این اشکالات رو برای خودم دارم که من اصل نماز که ذکر الله هست اون رو نیت واجب میکنم، اما نیت من تسری پیدا نمیکنه در ذهن خودم به تعداد رکعات نماز و به وقت نماز و به متن نماز که در نماز اون قالبی که ساخته شده که صحبت هایی که میشه، من اونها رو هیچ کدام رو واجب نمیدانم. تعداد رکعات نماز رو واجب نمیدانم. وقتی که ما نماز میخوانیم هیچ کدام اینها رو واجب نمیدانم، اما همه اینها رو مجاز میدانم و در ذهن من اینها چیزهایی هست که جائز هست، مجاز هست که انجام بشود، خیلی هم خوب است که انجام بشود. اما ما باید دین رو انقدر جدی بگیریم که فرق بین جائز و واجب رو تشخیص بدیم و جائز خدا رو جائز اعلام بکنیم، واجب خدا رو هم واجب اعلام بکنیم. چیزهایی رو که صناعت بشر هست و قشنگ هم هست، کارهای هنری زیبایی است، این نماز رو به این ترتیب استراکچر نماز رو ساختن، اما این نماز به متن نماز اگر شما صفت وجوب اهدا بکنید، این در واقع مرتکب شرک شدید. حالا گوین که معنی نماز رو هم که نمیفهمیم مرتکب شرک دیگری شدیم، ولی باز برمیگردم به این مطلب مهمی که ارائه فرمودید که ذکر معنی یادآوری و اطاعت از اون چیزی که یادآوری میشود و میتواند که این تذکار به وسیله گفتار انجام بشود، میتواند بدون گفتار انجام بشود. ولی هر چیزی که شما میخورید اگر نام خدا و یاد خدا بر او نباشد، الان یک نان بزرگ گذاشتن جلوی شما، اصلا ذبح و اینها رو فراموش کنید، آیا شما این نان رو اگر ابتدا به ساکن بخورید حلال است یا حرام است؟ نظر من این است که 100% حرام است. نظر من است. مگر اینکه ذکر الله وسط بیاید. ذکر الله وقتی وسط بیاید شما باید تمام قواعد قرآنی رو خوانده باشید. خیلی هم طول نمی کشه. یک روز طول می کشه. که وظیفه ما در مقابل خوردن چیه؟ وظیفه ما در مقابل رزق چیه؟ یاد بگیریم. وظیفه زکات داریم. وظیفه انفاق داریم بالاتر از همه اینها که واجب است، واجب مطلق. حالا یک چیزهایی هم مثل زکات داریم، مثل عرض کنم حضورتون که قرض الحسنه داریم، صداق داریم، احسان داریم، چیزهای دیگه هم داریم. میشه توجیه کرد که اونها کیفیت انفاق رو بیان میکنند، یک جوری میشه ازش در رفت یا عقب انداخت یا با هم ترکیب کرد، ولی انفاق رو هیچ کاریش نمیشه کرد. انفاق یک سهمی است که روی همه چیز وجود داره و هر چیزی که خدا به ما میده امانی است و ما به این امانت ها بدهکار هستیم. امانت وقتی که در چیزی نام برده میشه قاعده باش میاد، دستور باش میاد. من 100 دلار به شما امانت میدهم، مشروط بر این قواعد که عرض میکنم، 2 دلارشو بدهید به حسن، 3 دلارشو بدهید به حسین، 4 دلارشو بدهید به عمر، اینها رو من قسمت میکنم، به شما دستور میدم که این 100 دلاری که به شما دادم به این ترتیب قسمت بکنید. چرا؟ چون مال امانی است، شما امانتدار هستید، من امانتگزار. رزقی که به ما داده میشود، ما امانتدار رزق هستیم، خدا امانتگزار رزق است و ما باید دستور امانی رو پیدا بکنیم. ذکر الله یعنی دست به این امانت نزن تا ذکر الله که قانون امانیست یاد بگیری. گشنگی بکش، گرسنگی بکش، 5 ساعت برو قرآن رو بخوان تا یاد بگیری که از این خوراکی که جلوت گذاشتی باید انفاق کنی. اگر ذکر خدا نکردی، اگر یاد خدا نیفتادی، یاد کلام خدا نیفتادی، کلام خدا رو پیدا نکردی، شکر رو یاد نگرفتی، انفاق رو یاد نگرفتی، خوراک بر تو حرام است. چون کار غیر ممکنی نیست که یاد بگیریم که انفاق چیه. انفاق یکی از قوانین امانیه.
و اول همه شامل همین رزق ما میشه، شامل همین خوراک و روزی ما میشه. اونجاست که قرآن میگوید که متعای مراتب ملا این کار رو برای ما خیلی آسان کرده. ملا یه کارهایی رو مشکل میکنه، یه کارهایی رو آسان، خودش صاحب دینه دیگه، خودش خداست، هر کاری میخواد خودش انجام میده. که آقا غذایی که میخوای بخوری بگو بسم الله، هر چی گفتی بسم الله، از اینجایی که پایین میره الله دیگه، تمیز میشه میره پایین. نه تمیز نمیشه، نه تمیز نمیشه. اون چی که ما میخوریم مال دزدیه، مال تجاوزه، مال حرامه. از هر لقمه ای که من و تو به دهان میگذاریم سهم یتیم درش هست، اونه که حرام میکنه، نه اینکه گردن گاو رو از بالا ببرن یا پایین. این چیزها، این بازیها رو ملاها برای ما درست کردن. کجای قرآن راجع به این حرفا چیزی نوشته؟ چرا ما چیزهایی رو که قرآن ننوشته از خودمون اختراع میکنیم، اما چیزهایی رو که در قرآن نوشته کتمان میکنیم و نادیده میگیریم؟ مگه در قرآن ننوشته باید انفاق کنید از رزقی که به شما میدم؟ چرا انفاق نمیکنیم؟ برای اینکه پول لازم داره، برای اینکه یک چیزی رو باید جابجا بکنیم دیگه، از خودمون یک چیزی رو باید دور کنیم، بکنیم، امتیازی به دیگری بدهیم. ولی بسم الله چیزی نیست که، بسم الله حرف مفت، مثل همون شکری است که میکنیم. عذر میخوام که صدام رو یه قدری بلند و کوتاه میکنم و اینها. من گاهی از اوقات به هر حال اشکالی نداره که آدم اسم خدا رو بیاره، ولی ذکر خدا رو باید حتما موقع مصرف غذا و خوراک و مصرف هر چیز دیگری، مصرف هر چیز دیگری ذکر خدا باید باشه، و ذکر خدا باید باعث بشود که ما بدهی خودمون رو تشخیص بدیم. نفس میکشیم به نام خدا. این نفس مطبوعی که ما میکشیم، این هوای مناسبی که الان من در این استودیو نشستم، حالا بیرون سرد گرم هر چی هست، اینجا هوا رو مناسب میکنم که راحت من نفس میکشم، با کسی که الان در افغانستان در این هوای سرمایی بی سابقه، یک مادر جوان 25-6 ساله با 3 تا بچه کوچک زیر پل نفس میکشه، آیا من از این نفسی که میکشم، من درد خودمو دارم میگم خانم وکیلان، حکم برای کسی معین نمیکنم، من وجدانم تمام مدت ناراحت و معذبه، هر کاری هم از دستم برمیاد میکنم، خودم رو اونطور هم بدهکار نمیدونم، ولی من فکر میکنم که در مورد این نفسهایی که میکشم بدهی دارم، همه بدهیم رو ندادم. من در مورد همون یه لقمه نانی که میخورم بدهی دارم، اون بدهی خودم رو ندادم، و فکر میکنم که این نهاری که امروز ظهر خوردم، من نهار حرام بوده است، حالا گوشت دوش بوده یا نبوده، همون گندمش هم حرام بود، همون نانش هم حرام بود. چرا؟ برای اینکه سهم حکم خدا رو اجرا نکردم. اصلا یتیم چی کار است؟ یتیم رو بذارید کنار، اصلا حکم خدا رو انجام ندادم، سرپیچی کردم. میگه انفاق کن از روزی که به تو دادم. ما انفاق میکنیم یا نمیکنیم؟ چرا انفاق نمیکنیم؟ برای اینکه به یاد خدا نمیافتیم، برای اینکه ذکر الله نمی کنیم، برای اینکه ذکر الله رو با بسم الله اشتباه می کنیم، یا به ما یاد دادن که اشتباه بکنید. پول به هیچ عنوان به یتیم ندهید، انفاق نکنید. اگه پولی باقی می مانه، اون پول رو به من ملا بدهید. ملا مخالف است که شما به هر راهی که خدا گفته پول خرج کنید، چون هرچه شما به فقرا کمک کنید، پول شما برای رشوه دادن به ملا کمتر می شود، و ملا نگاه می کند، می گوید این پول منه داره میده به این و اون، زودتر جلو اینو بگیرم. در طول تاریخ هم همین کار کرده ملا، جلوی احسان، جلوی قرض الحسنه، جلوی صداق، جلوی زکات، جلوی انفاق رو گرفته. چون همه این پول ها، من فرض کنید که حالا میخوام 1000 دلار به این جهات مختلف خرج کنم، بدهکارم، خب دیگه چیزی برای ملا نمیمانه. اما همه اینها رو بی اهمیت میکنه، هیچ کدام از اینها لازم نیست. یک چیزی واجبه،
سهم امام، من نماینده امامم دیگه، و سهم امام به من بدی، سهم سادات به من بدی، سهم پیغمبر به من بدی. انفاق و اینها رو هم فراموش کن، همه اینها بی خودی است. نه، علاوه بر اینکه اون چی که فرمودید صحیح است و باید اون کار رو کرد، فقط موقع ذبح اون کار نیست، موقع خوردن، موقع خوردن هم باید ذکر الله کرد. و وقتی ذکر الله میکنید چند دقیقه این لقمه رو بذارید رو زمین، باش جایی فرار نمیکنه. فکر کنید الان این بشقاب برنج و این نانی که الان روبروی من گذاشته شده، من اگر 10% از این برنج رو با این نان کمتر بخورم میمیرم یا نمیمیرم؟ حتما نمیمیرم. آیا اشکالی داره که من 10% از خوراک خودم رو به صورت کمک به اون بچه های یتیمی که تو خاک و سرما و یخ و گل راه میرن به اونها بدم؟ اگر ما چنین کنیم، این ذکر الله، از هر 10 نفر یک وعده خوراک بیرون میاد. و اگر شما فکر بکنید که یک جامعه ای که جمع مثلا جمعیت ایران و افغانستان رو حساب بکنید، مثلا 120 میلیون نفر باشن، اگر از این 120 میلیون نفر 10%شون، 12 میلیون نفر 10% خوراک کمتر بخورن و وظیفه انفاق خودشون رو انجام بدن، یعنی ذکر الله بکنن، 1,200,000 وعده غذا در هر روزی ذخیره میشه. غذای خوب ها، نه غذای بی خودی، غذای کامل، که شاید اون غذای کامل بتواند 3-4 وعده غذا بشود. یعنی شما در روز میتوانید به 1.5 میلیون نفر یتیم و بیوزن و افراد فقیر و محتاج خوراک برسانید. شما میدونید چه انقلابی میشه؟ فرض کنید که الان موافقت کردن که این مردم ایران و افغانستان دست به دست هم دادن و این فرمولی که من عرض کردم رعایت کردن. 1.5 میلیون یتیم و مستمند افغانی در روز 1 وعده غذای شاهانه خواهند خورد. پس این امکان داره. میخوام عرض بکنم که قانون قرآن رو ما اگر انجام بدیم و با خدا شوخی نکنیم، ما با خدا شوخی لفظی لغوی داریم. تمام مدت ما با خدا شوخی میکنیم. از این به بعد شما در مجالس مختلف که میدید میگاه کنید دستاشون برم، آقا برای دست به غذا نزنیان. حالا یک جایی ما رفته بودیم چندی پیش که به شکرم تمام نمیشد، 1 ربع دعا میخواندند قبل از اینکه غذا رو میخواستن بخورن، که اصلا ما اشتهامون کور شد، اصلا خسته شدم، برنشیم بریم بابا یه ساندویچی بیرون بخریم بخوریم. چقدر این ملا دعا میخونه به این غذای بدبخت. 1 بار در این 1 ربع دعایی که میخواند هی فوت میکرد به این غذاها که مقدس بشه، صحبت انفاق نبود که ما از این سفره رنگینی که چیده شده چند درصد این رزق رو انفاقاً بدهکار هستیم. هیچ نتیجه‌ای به دست من نیامد. خانم عایشه غفوری، خانم غفوری قرار بود که شما برای ما بنویسید که تخصص شما در چه قسمتی است، شاید که بتوانیم یه مقداری وظیفه روی دست شما بگذاریم. بیشتر بنویسید برای ما. نوشتند که شما چقدر زحمت میکشید و انفاق خیلی بزرگی انجام میدهید که همانا روشنی از هان تاریک است. سرکار خانم وکیل نوشتند خیلی ممنون استاد معظم، پاسخ خیلی واضح و قناعت دهنده، من تا امروز هیچ ملایی را نشنیده. لا لا من تا امروز هیچ ملایی را نشنیده و ندیدم که انفاق کرده باشد.
در افغانستان ملا با همه اعضای فامیلش در تعمیر مسجد، منظورشون در ساختمان مسجد هست که اینو برای فارسی زبانهای ایرانی عرض میکنم، در تعمیر مسجد، در ساختمان مسجد به صورت مجانی زندگی میکنند و غذای سه وقت را هم همه روزه از مردم محل تقاضا میکنند، آن هم مجانی. سوخت زمستان را نیز مردم برایشان خریداری میکنند. این ملا، رحمت به شما و رحمت به شهامت شما. من به کارهای خانم وکیل و به تلاش ایشان در تحقق بخشیدن به اسلام واقعی به کارهاشون آشنا هستم و من حیث یک مسلمان از این خواهر ارجمند و فعالی که یک جنگجوست، ایشان یک جنگجویست که در راه خدا و در راه تحقق حقایق قدم برمی‌داره و بسیار انسان سلحشور و راست کرداریست. توفیق افسون شما مبارز رو خانم وکیل از درگاه احدیت مسئلت دارم. بسیار آموزنده بود برای خود من تکرار این موضوعات و تکرار این سخنان، بسیار بسیار آموزنده و راهگشاست برای من و انشاءالله برای دیگران، که هرچه بیشتر ما به وظایف خودمون آشنا بشویم و تصویر صحیحی از اسلام داشته باشیم و ببینیم که مقررات تشریعی در قرآن، مقررات شرعیات در قرآن برای ایجاد یک جامعه است که هم جسمن و هم از نظر روانی یک جامعه سالمی باشه، جامعه‌ای که جسم و جان ما در اون جامعه سالم باشه و این جامعه سالم که در جسم و در جان سالم هست به کمک نوع بشر بپردازه و به ساختمان جامعه‌ای مشغول باشه که اون جامعه درش امنیت و عدالت و صلح باشه. عرض نمی کنم که قواعد شریعت رو باید دست کم گرفت، ولی باید سی که از قواعد و قوانین شریعت درس گرفت و منطق شریعت رو بایستی که متوجه شد و منطق شریعت رو به کار گرفت و منطق شریعت رو متکای ایمان و اعتقاد قرار داد و هدف از شریعت رو، شریعت اساسا شرع، ریشه شرع در زبان عربی معنی شاهراه میده، معنی راه بزرگ میده که راه های دیگه رو در خودش نگه میداره و یک مسیر. شرع و شریعت وسیله است، هدف نیست. اما انفاق هدفه، شریعت هدف نیست. شریعت یک پروسیجره، شریعت یک روشه، یک متده، یک سنته، یک شیوه رفتاری است که برای حفظ انتظام و نظم و ترتیب و حفظ مراتب و ایجاد تنفیذ در فواید دین در جامعه باید برقرار بشه. و او هم در قرآن به عنوان حق حاکمیت فردی تعیین شده که انسان‌ها بیعت می کنند و رأی می دن و انتخابات می کنند، شورا تشکیل می دن و در اون شورا یا در اون پارلمان افرادی که به وسیله مردم به عنوان وکیل و نماینده انتخاب شدن وضع قانون می کنند و قوانینی که وضع می کنند انشاءالله که قوانینی خواهد بود که در انعکاس از ارزش های قرآنی باشه. ولی خود قرآن نمی تواند مستقیماً به قانون تبدیل بشود و قرآن همونطور که بارها عرض کردم نمیتواند قانون اجرایی باشد. توصیه قانونی دارد، توصیه اجرا دارد. قرآن اساسنامه میباشد اما قانون نمیباشد.
قانون کانستیتوشن محسوب می شود، نه لیگال پروسیجر. قرآن پایه و اساس ساختمان قانون رو به ما یاد می داد. و همین در سوره جمعه شما وقتی نگاه می کنید، مبنای ساختمان قانون اساسی در قرآن روی یک محور، محور سگانه، روی یک مثلث قرار داره: کتابت، حکمت، تزکیه. بر مبنای کتابت یعنی قانونسازی، انضباط. بر مبنای انضباط، بر مبنای حکمت و تعقل، ایجاد نظام و داشتن عقل برای ایجاد این نظام و انتظام در جامعه، در تأثیر از خلوص و پاکیزگی. یعنی موضوع اخلاق، حکمت و کتابت سه اصلی هستند که قرآن به ما هدایت می‌دهد. قرآن نمی‌تواند ما را مجبور بکند. قانون اجبار است، قرآن اجبار نیست. قرآن هدایت است. هدایت با اختیار کار می‌کند. اصلا هدایت طبقه دوم ساختمانی است که طبقه اولش اختیاره. اگر شما اختیار رو بردارید، طبقه دوم سقوط می‌کنه. همه ی قرآن با همه ی ارزشی که داره، این قرآن فقط قرآن محمدی نیستان، این قرآن جمع جمعی آیات الهی از آدم تا خاتم تا روز قیامت است. اگر قرآن طبقه دوم که طبقه هدایت است، طبقه اول طبقه اختیار است، اگر قرآن طبقه اختیار رو حذف کند، در طبقه دوم اگر قانون قهری ابلاغ بکند، طبقه اول رو ویران کرده. و نه فقط دین اسلام و دین محمد و عیسی و موسی، بلکه اساس دین توحیدی یک جا فرو می‌ریزد، کانفلیکت درونی پیدا می‌کند. به این لحاظ است که عرض می‌کنم قرآن جنبه کانستیتوشن داره. کانستیتوشن تفاوتش با قانون در اینه که شما امروز می‌بینید که در کانستیتوشن آمریکا 25 ماده قانون دارن، 26 ماده قانون دارن. در اینجا، در این سری قوانینی که به عنوان قوانین پایه در اساسنامه آمریکا پیش بینی شده، شما می‌بینید که الان بیش از 200 ساله که اینها مرتب قوانین مختلفی و گاه قوانین متضادی با نشأه و با انعکاس از یک قانون واحد، مثلا همین حق به داشتن استقلال خصوصیت یا حق حفظ موضوعات خصوصی که تعبیر میشه به سقط جنین یا عدم سقط جنین، که آیا این یک حقی هست که رایت آف پرایوسی رو مشمول بشه یا نیست. و شما میبینید که تا به حال 28 یا 29 بار این قانون به کل زیر و رو شده و انقلاب پیدا کرده، که در یک نشستی در دادگاه عالی آمریکا اعلام میکنند که این کار جنایته، سقط جنین جنایته. و بعد 6 ماه دیگه میبینید که همین سوپریم کورت، همین دادگاه عالی با 2 تا 3 تا اعضایی که عوض و بدل میشن، از همین قانون اساسی استنباط میکنن نخیر این کار عنایت. یعنی تفاوت بین عنایت و جنایت، که یه حده اگر این زن این بچه رو امسال سخت کرده باشه، سخت جنین کرده باشه، جایزن بهش میدن که جلوی افزایش جمعیت رو گرفته و اختیار خودش رو داره، اختیار بدنش رو داره، اختیار بطنش رو داره، چنین از چنان این کار رو طبق قانون اساسی میتواند چنین کار بکنه. 6 ماه دیگه همین زن همین کار رو میکنه، این زن 2 مرتبه حامله شده، 6 ماه بعد همین زنه همین سقط جنین رو 2 مرتبه سقط جنین میکنه. این بار دادگاه عوض شده حکمش، حکم میتواند به اعدام این زن بدهد، جنایت کرده، آدم کشته. این مقدار عرض میکنم که میتواند تضاد ایجاد بشود در استنباط هایی که از قانون اساسی. قرآن قانون اساسی است و باز گذاشته ذهن شما رو در جوامع مختلف، در ادوار مختلف. اگر قرار است که بشر
صد میلیون سال دیگه زندگی بکنه، مجسم بکنید که این قرآن صد میلیون سال دیگه چه نقشی در هدایت خواهد داشت. اینی که قرآن رو ما امروز نباید زندانی بکنیم. ما امروز اگر قرآن رو در بند بکنیم و زندانی بکنیم، این زندانی شدن قرآن فردا هم به دیگران سرایت میکنه و یک کتابی رو که قرار است که صد میلیون سال دیگه بر مردم هدایت استوار کند و بر مردم هدایت عنایت کند، این کتاب رو محدود و مسدود نکنیم. امروز اگر در قطب شمال بخواد روزه بگیریم، نماز بخوانیم، چه خاکی به سر کنیم با این شریعت ملایی، نه شریعت قرآنی، با این شریعت ملایی. امروز اگر ما راه پیدا کردیم به کره ماه رفتیم، چطور نماز بخوانیم؟ به کره اورانوس اگر رفتیم چطور نماز بخوانیم؟ به این کهکشان هایی که 5 میلیارد سال نوری این کهکشان سوخته از بین رفته، 5 میلیارد سال دیگه نورش به ما میرسه و ما تازه میبینیم این اورو. ما اگر به اینجاها سفر کردیم، اگر در آینده بشر پاش به اینجاها باز شد، اونجاها چطور نماز بخوانیم؟ اونجا چطور روزه بگیریم؟ اونجا نماز رو به چه صورت بخوانیم؟ اونجا کی سجده کنیم؟ اونجا کی رکوع کنیم؟ اونجا کی ظهر و عصر رو پیدا بکنیم؟ قرآن هدف از قانون رو بیان میکند، هدف از قانون اساسی رو بیان میکند. قرآن ضمن این که میگوید گوشت خوک برای شما حرام است، خون برای شما حرام است، در جای دیگر منطق این تحریم رو بیان میکند که چرا حرام است. خدا وقتی که میگوید که من به شما حکمت دادم، حکمت دادیم که خدا رو محاکمه کنیم. عقل رو برای چی به کار میبریم؟ از خدا سوال میکنیم که چرا گوشت خوک رو حرام کردی؟ خدا به ما نمیگوید دلم میخواست فضولی نکن، چون گفته است من به تو حکمت دادم. یعلمهم الکتاب والحکمه، خودش به من حکمت یاد داده، خودش به من دستور داده که فلسفی فکر کن، منطق داشته باش، تعقل به کار ببر، منو محاکمه کن، من خدا رو محاکمه میکنم، چرا گوشت خوک رو حرام کردی؟ خدا جواب میده، میگه اینها نمونه هایی است که به تو میدهم، اصل قانون اساسی. حلال بودن و حرام بودن گوشت خوک قانون اساسی قرآن نیست، اینها احکام متشابهات قرآن. قانون اساسی قرآن این است که خدا میخواهد که تو غذای طیب مصرف کنی. همین، تمام شد. غذای طیب یعنی غذای مفید، غذای مغذی، غذای پاکیزه، غذایی که تو بدهی خودت رو داده باشی، خوراکی که سالم باشد، خوراکی که سلامت تو رو به خطر نیندازد، مسموم نباشد، مدفوع نباشد، سالم باشد، نجاست در او نباشد، مضر به سلامتی تو نباشد. یک، از نظر فیزیکی، از نظر شیئی، از نظر مقداری، از نظر قانونی دزدی نباشد، چپاول نباشد، و از نظر دینی سهم دیگران رو پرداخته باشد. قرآن این ست شرط رو بیان کرده خودش در جاهای دیگه. غذایی که میخوری، هر غذایی که باشه، اگر غذا طیب باشه، یعنی سالم و مفید باشه، اگر غذا متعلق به تو باشه، سهم دیگران رو نخوری. غذایی که مفید باشه، غذایی که مغذی باشه، غذایی که پاکیزه باشه، غذای این که بر مبنای اخلاق و عدالت تهیه شده باشه و حق دیگران از اون پرداخت شده باشه و متعلق به تو باشه، دزدی نباشه. این غذاهایی که ما میخوریم، 10%، 15% از این غذاهایی که ما میخوریم دزدی است. دزدی، دزدی آشکار، سرقت است اینها. یعنی ما وقتی که سهم یتیم رو از خوراکی که میخوریم نمیپردازیم، اگر دزدی نیست شما به من بگویید چیست؟ و مال دزدی برای مصرف در اسلام حرام است.
اونجایی که میگوید که ذکر الله بکن، همه این کاری که ما الان داریم میکنیم ذکر الله رو داریم میکنیم. میبینید غذا به چه روزی افتاد، خوراک به چه روزی افتاد. برای کسانی که ذره‌ای در اونها وجدان باقی مانده بعد از اینکه سر سفره مینشینند و میخوان خوراک بخورند، در یک مجلسی دعوت داشتیم، بارها گفتم این رو برای شما، چندین مجلس، یکی دوتا، ده تا، صد تا نیست، دعوت داشتیم. حالا به این امید میریم که بلکه این حرفایی رو که میزنیم توی 1000 نفر، 500 نفر، 200 نفر، 50 نفری که توی این خانه ها هستن، شاید یک نفرشون به هوش بیاد و من وظیفه خودم رو انجام داده باشم. یه به خانه ای رفتیم، با همسرم هم رفتیم در اونجا، اصلا یک شیونی بود، یک واویلایی بود که اصلا از یادآوریش باور بکنید که الان هم از خودم خجالت میشه. یک گوشه از باغ رو چوب بندی کرده بودن و داربست درست کرده بودن و مثل بازار میوه فروشی که میدان داشتیم و وقتا ما در ایران یک جایی اون میدان سبزی فروش ها میگفتن که سبزی فروش ها میرفتن از اون میدان خرید میکردن، یک چنین جایی رو درست کرده بودن، انواع و اقسام میوه ها به اندازه هایی که اصلا قابل تصور نیست. بعد این طرف باغ رو نگاه میکردی، نمیدونم خوراکای عصرانه بود، نمیدونم خوراکای دریایی بود، صحرایی بود. بعد تازه همه اینها رو که ما دیدیم گفتیم اینها رو میخواید چیکار بکنیم؟ گفتن اینا فقط تنقله، حالا بعدا شام بعد از نماز عشا شام آماده میشه. و همینطور هم شد و تمام اینها رو میخواستن دور بریزن. به اینها گفتم شما اگر از این ظرفهای آماده بگیرید و اینها، من و چند نفر دیگه امشب تا صبح در اینجا میمانیم و این خوراکها رو بسته‌بندی میکنیم. در فاصله 10 کیلومتری شما در شرق لس آنجلس، نزدیک شاید به 4 تا 6 هزار نفر در خیابان میخوابند. یعنی یک چادر کوچکی در خیابان، دیگه پیاده روها راه نیست، در خیابانی که اتومبیل از بین اینها رد میشه، ببریم بین اونها قسمت بکنیم. گفتم نه 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 نه، ما اصلا از این کارا دوست نداریم. و ما خب بالاخره حالا ماندیم تا شامشون رو بخورن، من که نخوردم، همسر من هم نخورد. گفتیم ما رژیم داریم و شب که دیر میشه شام میخوریم، همینطور هم هست واقعا، خوابم نمیبره، این چیزها ما اصلا اینا خوردنی نیست هیچ کدوم. ولی دیدیم که باز سر غذا، آقای دکتر شما یه دعایی بگفتم، من دعایی نشدم، من دعا نبایم که جنی نشدم، دعایی نشدم، من دعا بلد نیستم، دعایی چی بخونم آخه؟ یکی از خودشون شروع کرد به دعا خوندن، هی دستشو بالا برد، هی دستشو پایین برد، هی عربی گفت، هی عجمی گفت، هی مزخرف گفت، هی مزخرف گفت که خدای این سفره رو چنین کن، چنان کن، وسیع تر کن. یه چقدر گفتم سفره رو وسیع کنه، دیگه یک باغ رو گرفته این غذایی که شما دارید درست میکنید و میخورید، که نمیخورید همه رو دور میریزید. ما اگر قرآن رو درست بفهمیم و یا از این دین بیرون بریم که خیال خودمون راحت بکنیم، یا اگر در این دین میخوایم باقی بمانیم، وفادار به تعهداتی باشیم که پذیرش این دین با خودش به همراه میاره. من باز هم سپاسگزاری میکنم از سرکار خانم وکیل که باعث این عمل خیر شدند و باعث شدند که ما بتوانیم که این مباحث رو عنوان کنیم. شاید یک نفر از بین همه به هوش آمده باشد، من و شما به عشق خودمون رسیدیم. خانم غفوری می نویسند که خیلی ممنون شما، البته من در مقابل بحر علم و دانش و توانایی های شما ذره‌ای هستم که تشنه از آموزش هستم. من رشته پزشکی میکیوریتیو مدیسن رو در دانشگاه کابل به پایان رساندم و تخصص من در رشته زنان است و البته مدتی هم در بخش پابلیک هلت تلاش نمودم برای بلند بردن دسترسی افراد محروم به جامعه ما، به خصوص خانم ها و اطفال
در مناطق دوردست افغانستان به خدمات صحی و پزشکی کار و فعالیت داشتم. با وجود خطرات خیلی جدی و حتی حیاتی در برابرم، اما من به کمک خداوند جل علا، چون هدف پاک و فقط خدمت در راه بشر بود، توانستم دستاوردهای خوبی داشته باشم که تا امروز هم جوامع محروم به من می نویسند و ذره نوازی می نمایند و من احساس راحتی وجدان و ضمیر دارم که توانستم خدماتی پایدار در بخش آموزشی و صحت داشته باشم. خدا انشالله که یار و نگهدار شما باشد. ما با این صحبت‌های مفید که در واقع تصریح و تشریح مطالب قرآنی سهم مهمی دارد، به آیه 116 می‌رسیم و در آیه 116 این امید رو داریم که بتوانیم در فرصت نزدیکتری در آینده نزدیکی به شما بپیوندیم و با شما باشیم. و برای آنچه در آیه 116 و برای آنچه زبان شما به دروغ می‌پردازد، مگویید این حلال است و آن حرام. و برای آنچه زبان شما به دروغ می‌پردازد، مگویید این حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ ببندید، زیرا کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند رستگار نمی‌شوند. این هم مصداق و شاهد غیبی بر اونچه که مدتی دربارش صحبت شد. اتاق فرمان لطف میکنند و مثل همیشه آیه ولا قرآن رو روی صفحه قرار میدهند. تقولو و نگویید نگویید چیزی که تصیف وصف می کند و توضیح می دهد زبان شما الکذب به دروغ، هذا که این حلال حلال است و هذا و این حرام حرام است. و نگویید در ارتباط با چیزی که وصف می کند، سخن می گوید، تعریف می کند و در واقع افترا می بندد و گزارش دروغ می دهد، زبان شما به دروغ الكذب که هذا این حلال است حلال به دروغ میگوید این حلال است و هذا و این حرام حرام است. لتفترو چنین میگوید تا چنین میگوید تا افترا وارد کنید علا بر الله اللهی یک دروغ رو کذیبه. چنین میکنید تا نسبت بدهید و افترا وارد کنید به الله یک امر دروغ را. افترا یعنی نسبت دروغ، نسبت دروغ بدهید به الله، افترا بزنید به الله نسبت به یک امر دروغ. این نه بی تردید الذین کسانی که افترا می‌بندند بر الله بر الله الکذب کذب را یک دروغی رو به الله نسبت می‌دهند لا یفلحون هرگز به آمرزش تشکر می‌کنم اتاق فرمان هرگز به آرامش به عذر می‌خوام به آمرزش و فلاحت راه نخواهند یافت. و در اینجا دقیقاً کاری است که ملاخانه های تعدی کننده به اسلام و
دروغگویانی که نقش اسلامی بازی میکنند و اسلام نمایی میکنند علی ظاهر، به خودشون اجازه میدن که روی حکم خدا حکم صادر بکنند و فراتر از اون چرا که خدا معین کرده است صدور حکم بکنند و قانون بسازند، با وجودی که به عنوان مثال در قرآن گفته است که محمد به پیامبر میگوید که از تو درباره زنها استفتا میکنند، فتوا میخواهند در مورد زنان و امور مربوط به زنان، که امور مربوط به زمان در اون زمان هم احکام مربوط به نکاح و چیزهای در این ردیف بوده، مربوط به قوانین خانواده می شده بیشتر، که این زن کی گناه کرده، کی گناه نکرده، کی زنا کرده، کی نکاح کرده، از اینجور حرفا. قرآن می گوید که محمد از تو می خواهند که نسبت به زنان فتوا دهی. به کی؟ به رسول اکرم. به رسول اکرم خدا می گوید که از تو می خواهند که در مقام مفتی نسبت به زنان فتوا دهی. بگو که من ممنوع هستم از فتوا دادن و خدا در مورد زنان فتوا می دهد. امروز کسانی که از خدا بالاتر هستند در مورد زنان فتوا می دهند و سر این زنان رو در عربستان از تن جدا می کنند به فرمان مفتی. البته پیامبر در مقابل اینها هیچ هست. پیامبر کیست؟ و این مفتی به نام پیامبر و به نام خدا، خدایی که گفته است محمد تو حق فتوا بر این زنها رو نداری، من خدا، من فتوا میدم. بشر حق فتوا ندارد در مورد زن. قانون شورا با فتوا متفاوت است. حق فتوا در مورد زنان در قرآن از بشر گرفته شده، اما کسانی که از خدا بیشتر میفهمند هنوز اسم مفتی با خودشون دارند و 99% هم از فتواهای ایشان متوجه امور زنان است. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی، به 100 دفتر نشاید گفت، بس بر حال مشتاق. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. خدای ما را به راه راست هدایت کن. خدا ما رو در آغوش خودت بپذیر و ما رو پناهنده خودت محسوب کن و ما رو از شیطان فراری ده و در خود به قرار بیار، که توی عظیم، که توی رحیم، که توی ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.